دوستان گرانقدر به درس روز سیوم برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز ما و شما روی یک موضوع جدید دیگه که به نام وندرز کریدیت میمو یا ریفند یاد می شود صحبت میکنیم. یعنی به این معنی که وقتی که ما و شما به یک وندر خود پرچیز آرڈر میکنیم، از دادن سی پی یو، دادن مونیتور، بعد از او نفر برای ما دادن مونیتور و دادن سی پی یو را روان میکنه، ما او نمو دادن مونیتور و دادن سی پی یو را ریسیف میکنیم، او را انتربل هم میکنیم، پولیش هم پرداخت میکنیم و یا پولیش در مدت یک ماه پرداخت میکنیم. وقتی که اینمی آیتم ما میبرم، چک میکنیم که 3 دانه یا 4 دانه زی خراب است. پس این خراب ما چی میکنیم؟ پس ریفند میکنیم، بر از او پس تسلیم میکنیم که بدر این چیزا خراب است، یارو ما نمیگیریم رو پس بگی، مسترد میکنیم. کینمی چیزی که ما مسترد میکنیم به وندر خود، ایره به نام وندر کریدیت میمو یا ریفند یاد میکنه. پس ما و شما چه قسم میتونیم که در برنامه کویک بوکس این مسئله را پروسس کنیم، پیش ببریم؟ برای پیشبرد این کار ما و شما چی میکنیم؟ میایم یک وندر جدید جور میکنیم، میایم در نیو وندر، روی نیو وندر کلیک میکنم، در این قسمت نام وندر را نوشته میکنم که نام وندر ماست اتل افغان و واحد پولیش هم اما کرنسیش هم افغانی انتخاب میکنم و اوکی کلیک میکنم. یک دانه وندر به نام اتل افغان پیش ما و شما چی شده؟ اضافه شد. بعد از این ما و شما میایم در کدام جای؟ بعد از این ما و شما یک پرچیز آرڈر میکنم، میایم کریت پرچیز آرڈر انتخاب کردم. پرچیز آرڈر از چی برش میکنیم؟ در سی پی او را و مونیتور. ما این دو آیتم یا این چیز را جنس کار داریم. خب از این 5-8 تن از این کار داریم و 8 تن از این کار داریم که دانه از این 2000 افغانی است. مکمل چقدر میشه؟ 32000 افغانی میشه. بعد از او فقط سیو اند کلوز کلیک میکنیم. آپشن های دیگه شما کلش گپ زدیم. سیو اند کلوز که کلیک کردیم، در اینجا اگر شما ببینین در بلنس ازیش تفاوت نامده، به خاطر ازی که فقط پرچیز آرڈر کردیم. مگر در هیستوری ترانزکشن های ازی که از یک دانه پرچیز آرڈر اضافه شده، نمبر چند است؟ 4 است. و از چقدر روپی است؟ از 32000 افغانی است. بعد از او چی کار میکنیم؟ ما پرچیز آرڈر کردیم، امو آیتمی که پرچیز آرڈر کرده بودیم ما ریسیو کردیم، امرای بل یک جای آمد میره ایجا میرسن، ریسیو آیتم این انتر بل میگیم. میگیم ما با اتل افغان پرچیز آرڈر کرده بودیم، او را برای ما اوپن کو. اینمی پرچیز آرڈر است، اوکی کلیک کردیم و اینمی آیتم ها را مکمل ما چی کردیم؟ ریسیو کردیم. وقتی که ایره ما ریسیو کردیم، در کدام سایدی روان کردیم؟ در کابل مین سایدی را ما روان کردیم. یس انتخاب کردم که در پایینم بود چی شوه؟ سایت کاپی شوه. بعد از او سیو این کلوز گفتم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردم، اینا لگه شما ببینین در بیلنسی اتل افغان که از 32000 افغانی چی شده؟ اضافه شده. چرا اضافه شده؟ به خاطر از اینکه آیتم ریسیو کرده، بیشتر پرچیز آرڈر کرده بود، آیتم ریسیو کرده. خب اینالی وقتی که آیتم ما بردم، مثلا اتل افغان خودم هستم، آیتم که بردم دفتر، در اونجا که چک کردم، از امی 8 دانه از این 3 دانه زی خراب برآمد. پس 3 دانه زی را باید ما چی کنم؟ مسترد کنم. در این تو حالت وقتی که ما شما میخواستیم چیز را مسترد کنیم، باز ما شما میاییم در مینوی وندرز یا وندر، میایم روی ریسیو آیتم این انتر بل. در اینجا که آمدیم، این دفعه بجای بل ما شما کردیت انتخاب میکنیم. وقتی که کردیت انتخاب کردی، بعد از نام وندر انتخاب میکنی که اینمی کردیت ترانزکشن که تو پروسس میکنی یا پاس میکنی، ریکارد میکنی، با کی ریکارد میکنی؟ میگم با اتل افغان. از کدام آیتم تو اینمی کردیت ترانزکشن پاس میکنی؟ چی را کردیت میکنی؟ میگم ما از این سی پی او گرفته بودیم و مونیتور گرفته بودیم، 3 دانه زیر ما پس چی میکنیم؟ کردیت میکنیم. وقتی که کلیک کردی، تعدادش مشخص نوشته کنی، ایجا میتونی که انوایس نمبرش هم نوشته کنین، هر انوایس نمبر که باشه را میتونی نوشته کنین. با مجرد که شما سیو این کلوز انتخاب کنین، ببخشین سایت شما مشخص نکردیم که از کدام سایت برازی ها پس کردیت میکنیم، مسترد میکنیم. میگم از کابل سایت. یس انتخاب کردم. با مجرد که شما سیو این کلوز بگوین، شما ببینین از امو 32000 افغانی که بود امرای ما شما،
12000 افغانی از چی شد کم شد به خاطر از اینکه ما 6 تا آیتم پس چی کردیم مسترد کردیم کالکولیتر میگیریم 6000 میکنیم به 2000 افغانی چقدر میشه 12000 افغانی از 13000 افغانی که 12000 بر چی خمی مانه 20000 افغانی میمانه این حال شما ببینید در اینجا اولین ترانزکشنی که ما در هیستوری نمی وندر ریکارد کردیم چی بود پرچیز آرڈر بود از 32000 افغانی بعد از اون ما انتر بیل کردیم آیتم ریسیو کردیم از چقدر 32000 افغانی را بعد از اون ما چی کردیم یک کریدیت میمو یا ریفاند جور کردیم به می وندر از چقدر روپا از 12000 افغانی این حال از 32000 که 12000 برای چقدر میمانه 20000 افغانی میمانه حال اگر ما شما خواسته باشیم که پولیش پرداخت کنیم میایم در کدام جای در وندرز پاس با پی بیلز میایم در پی بیلز که آمدین شما ببینین برای ما دو دانه بیل نشان میده ما میگم که بلایی که به افغانیست نشان بدی برای ما میگه دو دانه بیل هستن یک از اتل افغان است یک از تمیم خان است میگم که اتل افغان چقدر است اتل افغان که هستن در حقیقت 32000 افغانی است 32000 افغانی است و در اینجا برای ما میگه که نمبر اف کریدیتس total credits available 12000 افغانی دی اتل افغان که تو available credits هم داری این حالی میخوایم که ایره چی کنیم دی اینجا مجرا کنیم میایم سری set credits کلیک میکنیم وقتی که ایره کلیک کردی بعد از او done کلیک میکنیم done که کلیک کردی این حالی برای ما میگه که amount to pay که سری تو هسته چقدر هسته 20000 افغانی است ایره از کدام account pay میکنیم میگم ایره هم از بکیشیر گفتم که بیادر ای پول بر از او چی کو پرداخت کو بعد از او چی کدم pay selected bill کلیک کدم و دان کلیک کردم شما ببینین که بیلنس اتل افغان صفر شد کیشیر ما از هر جایی که کد پول به می اتل افغان پرداخت کرد حساب زیر کلیر کرده این حال ما شما چقدر مکمل از کیشیر خود قرضدار هستیم مکمل هیستوری شده اینجا برای ما نشان میده فیکس 39000 افغانی ما از کمپانی ما که است از کیشیر ما که به نام افغان احمد است قرضدار است دیگه ای بود دوستا طریقی پروسس کردن یا ریکارد کردن وندرز کریدیت میمو یا ریفند در برنامه کویک بوکس اگر باز هم شما سوال دارین دوستا دمی صفحه فیسبوک ما که شما این ویدیو را اگر میبینین یا در چنل یوتیوب ما اگر شما این ویدیو را میبینین در قسمت پایین در بخش کامنت شما میتونین که نظر شما نظری که شما دارین یا کدام سوالی که دارین از طریق اونمو کامنت با ما شریک کنین